به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به یک خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. وقوع زمین لرزه شدید در نیوزلند. خبرگزاری افق می نگارد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده است که زمین لرزه با قدرت 7.1 درجه ریشتر صبح امروز پنجشنبه 25 جهود در نیوزلند اتفاق افتاده است. گفته می شود که این زمین لرزه در جزایر کرمادک در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. سیستم هشدار سونامی آمریکا نیز اعلام کرده است که پس از این زمین لرزه هشدار وقوع سونامی صادر شده است. در این حال آژانس هواشناسی ژاپن نیز گفته است که این سونامی ویرانگر در نزدیکی محل زمین لرزه در حال وقوع است. این آژانس تاکید کرده است که سونامی نیوزلند هیچ آسیبی را متوجه ژاپن نخواهد کرد. هنوز از تلفات و خسارات زمین لرزه نیوزلند جزئیات در دست نیست. برای جزئیات بیشتر این خبر با ما باشید. و در سوی دیگر یک خبر تکان دهنده از مرگ مرموز یک نوجوان پنچیری. منابع از مرگ مرموز یک نوجوان پنچیری در کابل خبر می‌دهند. دلیل مرگ این جوان به خانواده‌اش حادثه ترافیکی اعلام شده است، اما منابع میگویند که وی به قتل رسیده است. منابع از ولایت پنچیر به روزنامه اطلاعات روز میگویند که این جوان الیاس نام داشت و خواهرزاده مولوی مسیح‌الله از جمله اشخاص نزدیک به طالبان در پنچیر است. به گفته منابع، الیاس دانش آموز بود و در راه مدرسه دینی مفقود شده بود. جسد این نوجوان از شفاخانه 400 بستر به خانواده اش تحویل داده شده است. به خانواده این نوجوان گفته شده است که در حادثه ترافیکی جان باخته است. برخی از منابع دیگر مدعی هستند که الیاس حامی جبهه مقاومت بود و به همین دلیل توسط طالبان به قتل رسیده است. منابع تصریح می کنند به خاطر اینکه مولوی مسیح‌الله مامای این نوجوان عضو طالبان است، از خانواده اش خواسته تا قتل و ایراد کتمان کنند و بگویند که در حادثه ترافیکی جان باخته است. اعضای خانواده این نوجوان نیز می گویند که 7 روز قبل در حادثه ترافیکی جان باخته است. به گفته خانواده الیاس، او در این حادثه از قسمت سر ضربه خورده بود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.